وضعیتی که گوشی‌های اقتصادی رنج قیمت 10 میلیون تومان رو رد کردن، قطعاً دیدن مدلی که توی بازه قیمتی نصف اونها قرار بگیره و از نظر کارایی و عملکرد مناسب برای رضایت بخش باشه، خیلی میتونه جذاب باشه. توی این ویدیو با من همراه باشید تا Redmi A3 شیائومی رو با هم بررسی کنیم. سلام، من محمد هستم از تیم فنی 19 کالا و توی این ویدیو قراره که Redmi A3 شیائومی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. این گوشی یه گوشی اقتصادی از برند شیائومی که مناسب چند دسته کاربر هست. دسته اول کسایی که میخوان گوشی دکمه‌ای خودشون رو کنار بذارن و یه میانرده یا گوشی اقتصادی و خوش قیمت داشته باشن. دسته دوم کسانی هستن که دنبال یه گوشی دوم خوش قیمت هستن واسه کارهایی مثل هات اسپات و غیره، و دسته آخر هم کسانی که توی تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنن. با ما همراه باشید. تو بخش طراحی باید قدردان شیائومی باشیم که توی این گوشی اقتصادی از یه طراحی بروز و زیبا استفاده کرده و بدون شک این گوشی به نسبت سایر رقباش تو بخش طراحی حرفای زیادی واسه گفتن داره. این گوشی واقعا جذابه. تو نگاه اول این ماژول دوربین دایره شکل پشت گوشی به چشم میاد که به نظرم واقعا زیباست و 193 گرم وزن داره. اسلات کارت حافظه داره، جک هدفون رو پشتیبانی میکنه، یه تک اسپیکر هم این بالاست که میتونه تو استفاده های روزانه بهترین عملکرد رو داشته باشه. جالبه که نمایشگر Redmi A3 هم با گوریلا گلس 3 محافظت میشه که خیال شما رو از بابت خط و خش های جزئی میتونه تا حدودی راحت بکنه. ضمن اینکه اگر رنگ سبز این مدل رو انتخاب بکنید میتونید مدل چرمی رو داشته باشید، البته چرم مصنوعی. انتخاب شما بین رنگ مشکی، آبی و سبز کدوم رنگه؟ بریم سراغ نمایشگر Redmi A3، جایی که زیاد تعریفی نیست اما توی استفاده روزمره مشکل خاصی نداره و کارتون رو راه میندازه. یه نمایشگر 6.71 اینچی توی Redmi A3 به کار رفته که بزرگ به حساب میاد و رزولوشن HD داره. دو تا ایراد به نظرم این نمایشگر داره. یکیش اینه که تراکم پیکسلی بالایی نداره و وضوح تصویرش یکم پایینه، و ضمن اینکه حاشیه‌های تصویر هم یه مقدار زیاده. البته که این بالا یه دونه ناچ قطره‌ای هست که این حاشیه زیاد تصویر یه دلیلش وجود همین ناچ قطره‌ایه. صرف نظر از نکات منفی که گفتم، این نمایشگر یه نکته مثبت داره و اونم اینه که 90 هرتزیه، یعنی نرخ نوسازی بالایی داره نسبتاً، و این باعث میشه که تجربه روانی رو توی استفاده‌های روزمره از صفحه نمایش داشته باشید. در مورد سخت افزار این گوشی ما زیاد وارد جزئیات نمیشیم و نیازی هم نیست که سختگیرانه برخورد بکنیم باهاش. فقط همینو بدونید که این گوشی واسه کارهای سبک و روزمره ساخته شده و توی همون کارها هم اگر یه مقدار سنگین باش برخورد بکنید ممکنه هنگ بکنه و کرش بکنه. پردازنده استفاده شده توی Redmi A3 هلیو G36 از برند مدیاتک که امتیاز آنتوتوش 150,000 و همین کافیه تا بدونید که با چه تیپ اسمارتفونی روبرو هستیم. در ادامه تست گیم کاریکس دریفتینگ 2 رو میبینید که من تونستم با تنظیمات گرافیکی پایین روی این گوشی اجرا کنم. از این بخش بگذریم، تو بخش سخت افزار نکات مثبت دیگه هست که میخوام بهش اشاره بکنم، از جمله بلوتوث نسخه 5.4 که توی این گوشی به کار رفته و توی استفاده از هدفون و گجت های بلوتوثی خیالتون رو راحت میکنه که برد و پایداری مناسبی داره. نکته بعد GPS خوبش هست که از 3 تا ماهواره پشتیبانی میکنه و در نهایت پکیج سنسورهای کاملی هم داره، از جمله سنسور اثر انگشت که روی دکمه پاور قرار گرفته. دوستان، وبسایت 19 کالا رو به هیچ وجه فراموش نکنید. این گوشی و هر گوشی گجت هوشمند دیگه‌ای رو که بخواید خریداری بکنید میتونید از طریق سایت 19 کالا با گارانتی و قیمت مناسب خریداری بکنید. ضمن اینکه ویدیوهای بررسی و ویدیوهای تخصصی بررسی، از جمله ویدیوهای تست گیم و تست دوربین هم از خیلی از گوشی‌ها توی وبسایت هستن که بهتون کمک می‌کنه تصمیم بهتری برای خرید بگیرید. در نهایت با قیمت مناسب میتونید از طریق همون سایت 19 کالا اقدام به خرید کنید. ترکیب دوربین در نظر گرفته شده واسه Redmi A3 هم شامل یه لنز 8 مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی که این پشت قرار گرفته و یه لنز 5 مگاپیکسلی به عنوان دوربین سلفی. به اون لنز 800 مگاپیکسلی هم توجه نکنید که این پشت قرار گرفته، استفاده خاصی نداره زیاد. طبیعیه که ما توی گوشی اقتصادی انتظار زیادی از دوربین نداشته باشیم. Redmi A3 هم از این قاعده مستثنا نیست. اگر که شرایط نوری خوب باشه، توی نور طبیعی بخواید عکس برداری بکنید، عملکردش قابل قبوله، اما توی شب و توی محیط‌های بسته یه مقدار ضعیفه. ضمن اینکه با هر دو دوربین سلفی و پشتی میتونید به صورت فول اچ و 30 فریم بر ثانیه فیلم برداری کنید. و در نهایت می‌رسیم به بررسی باتری این گوشی. یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی روی این گوشی قرار گرفته و یه آداپتور 10 واتی هم توی باکسش هست که فسخ نیست و با اون آداپتور بیش از 2 ساعت
زمان میبره که این گوشی فول شارژ بشه. اگرم این گوشی رو فول شارژ بکنید یه روز و نیم رو میتونه توی استفاده روزمره همراهی بکنه باهاتون. یعنی اگر اول صبح این گوشی رو فول شارژ بکنید و در طول روز استفاده روزمره و معمولی داشته باشید، شامل وبگردی، چرخیدن توی شبکه‌های اجتماعی، گاهی عکس برداری و فیلم برداری و اجرای چند تا گیم سبک، در نهایت آخر شب احتمالاً 25-30% از این گوشی شارژ باقی مونده و با اون آداپترم که بهتون گفتم بیش از 2 ساعت طول میکشه که شارژ بشه، متاسفانه آداپتور فست روی این گوشی قرار نداده شیائومی. اگه از ما بپرسید که ارزش خرید داره این گوشی یا نه، که من میگم بله قطعا ارزش خرید داره، چون توی کلاس گوشی اقتصادی قرار میگیره، امکانات به نسبت کاربردی هم داره و اگر که طبق اون چیزی که اول ویدیو گفتم جز اون 3 دسته کاربر هستید، قطعا این گوشی ارزش خرید داره و واسه شما مناسبه. شما هم نظرتون رو برام بنویسید، به نظرتون Redmi 8 Lite با این قیمتی که الان داره ارزش خرید داره یا نه.